بسی که شب من نمی بردی بیرون. مگه من باید بشینم تو هر کاری دلت میخواد بکنی بعد بیام درستش کنم؟ خیلی خوب، خیلی خوب باشه. الان خیالت راحت شد؟ حال کردی من شب تو گذاشت خوابیدم؟ میشینی همینجا تا قاضی تکلیفتو روشن کنی. ببخشید یه لحظه. ایشون آقازاده شماست؟ بله. اصلا به شما نمیخوره همچین پسر بی تربیتی داشته باشه. بیاید تو آقا، بیاید تو، وقت نداریم. خب با آمبولانس باری بیمارستان تصادف کردی، مقصر بودی، خسارت شو باید بدی. با راننده آمبولانس درگیر شدی، به مأمور راهنمایی هم که توهین کردی. رضایت مأمور در حالت اینجا هست. آقای محترم، شما هم رضایت میدید؟ پسر جان، این یه شبه، شبای دیگر میخوای چیکار کنی؟ من باید به شما توضیح بدم؟ درست صحبت کن. نمیخواد به من توضیح بدی. یه کاری نکن بیارنت اینجا، توضیح هم نمیخواد بدی. برادم حرف نزن، بلبل زبونی هم نکن. عذر میخوام خانم. بفهم. یه خواهشی ازتون داشتم. بفهم. لطفاً با بچه من همون کاری رو بکنید که با بقیه میکنید. خدا شاید دیگه خسته شده. آبروم برده. بیادم. فعلا قاضی صلاح دیده من باش حرف بزنم. بذارید ببینم بعدم چی میشه. خیلی ممنون. این تو کشیدی؟ قشنگه. خودت. ممنون. این داستان چیه؟ من بام گفته سفارش کرده بیا اینجا بشینی با من حرف بزنی که آدم بشم. مگه تو آدم نیستی؟ باشه تو خوبی. شما بهتری. ببین من دلم نمیخواد تو بری زندان. چرا؟ از بابام ترسیدی؟ من اصلا نمیدونم شغل بابا چیه که بخوام ازش بترسم. بدونم من فرقی نمیکنه. بعدش هم الان کسی که باید بترسه تو اینه، من تو رو قرار دست من بزنم. اصلا من اولش هم میدونستم نمیرم زندان. یعنی هیچ وقت هم نرفتم. این به حال بابای دیگه، بابا هم باید هوای بچهش رو داشته باشه. همت گفتم میخوام کمکت کنم نری زندان، یه دلیل دارم براش، ربطی به بابات ندارم. باش خوش خوشش بشین. تموم نشد مگه؟ بشین. باش من الان برمیگردم. تو چرا فکر میکنی چون بابات یه کارگره هر کاری دلت میخواد میتونه بکنی؟ نه، اگه بابای من کارگر بود باز این سوال از من میپرسیدی؟ من نمیتونم بذارم این بره زندان. پدرش مسافرش کردن؟ چه حرفی میزنید؟ یعنی چی؟ به والله اگه من چیزی گفته باشم. ببینید شما حق دارید، میدونم الان عصبانی هستید، ولی شما باید دیشب بودی میدیدی خانم. زده ماشین من داغون کرده، بعدش هم یقه من گرفته. اگه مردم جدامون نکرده بودن معلوم نبود چه بلایی سر من میاره. میفهمم، ولی ببینید این پسر اگه بره زندان دو سه ماه نگذشته همه خلافی یاد میگیره. ببخشید ولی پسر شما خیلی پتانسیل خلافکاری داره. آقا من نمیدونم شما شغل چیه، کار چیه، اصلا کجا شهر زندگی میکنی، ولی این پسر شما فکر میکنه هر چیزی رو دلش بخواد به هر کسی میگه، برایش هم باباش میاد رفع رجوع میکنه دیگه.
یا مثلا شما شایی اونم شاهزاده. ای بابا من خودم هم دستش خسته شد. من یه چند لحظه برم پیش قاضی. خواهش میکنم. مگه نگفتم شما تو ماشین بمون؟ چرا؟ ولی خب نگرانشم. نگران چی؟ هر کاری کرد پشتیبانیشو کردی، منو انداختی وسط. خب چی کار میکردم علی؟ حداقل نمیذاشتی بیارنش اینجا. این بچه تو دهنی نخورده، بس مف خورده، هار شده. شما هم هی گفتی گناه داره گناه داره، تش شد این پدیده ای که میبینی. حالا چی میشه؟ هیچ، شما بفرمی تو ماشین، من میام. نه یه ریال پول بهت میدم دیگه، نه گنداتو جمع میکنم. مشت تو دیوار صرف نزدی بچه. دو روز حواسم بهت نباشه سر از جایی در میاری که خودت هم ندونی. حالا من خیلی ترسیدم. خسته نباشی. سلام. اینو دادگاه داد گفت بیارم پیش شما. اینجا نوشته که باید کاری خدماتی انجام بدی. خودت چی کاری هست که برات بشه انجام بدی؟ تخصصی؟ بله. من تخصص اصلیم در واقع عمل قلب بازه، اما خب مثلا کارهای معده و کبد و کلیه، بعضی وقت ستون فقرات، زیبایی، بیهوشی، همینا رو انجام میدم. البته همین رو که گفتم و خیلی خوبه، یعنی با قند شکن خیلی تمیز در میاد. آفرین. خیلی عالی. حالا که اینطوره پس این نامه رو ببرید بخش تأسیسات پیش آقای حسن زاده و همونجا مشغول بکنش. من که گفتم اینم تخصص دارم تأسیسات. بسلام. حسن زاده تویی؟ علیکی سلام. کارم در اومد دیگه. این کار ما گیره توه، تو هر بلایی دلت بخواد سر ما میاری. خب ناراحتی برو بشین بگو. تو اگر راننده آمبولانس نبودی. فکر کردی الان میای اینجا من بهت آمبولانس میدم وردی بری دور دور؟ نگولم اون آمبولانس باریه، اینجام کلی بار هست که باید جابجا کنی. من الان چیکار باید بکنم؟ بیا کمک کن فعلا اینا رو خالی کنی. بعد اینا سوار ماشین کنی. من کمرم درد میکنه، اصلا نمیتونم از این کارو بکنم، اذیت میشم. نگاه کن اگه از حالا بخوای بازی در بیاری، یه حدید شهر بازیت کردم و حواستو جمع کن. شهر بازی چی میگم؟ خب کمرم درد میکنه دیگه. اصلا اگه باورت نمیشه زنگ بزن از بابام بپرس. مگه مدرسه است؟ خیلی خب باشه، بیا آمبولانسو فعلا سر و ته کن بدو. اون نیستش که گلم، اون یکیه. چیه؟ مثلا بلد نیستم با اینو برونم، من فقط اتومات. عجب، پس به چه دردی میخوری؟ بده بینیم بابا، بده سویش بردو.
میده. ای بابا چرا شوخیت؟ یعنی چی؟ من این نمیدونی خاموش شد دیگه. بپر پایین هول بده. من که گفتم کمرم درد میکنه. خب پس تو بشین پشت فرمان محول. خب باش میگم کمرم درد میکنه دیگه. خب چی کار کنم الان؟ باید یه ماشین راه بیفته یعنی؟ خیلی خب باشه. چی سوار میشه؟ من نمیفهمم. بپر. قشنگ محکم هول بده برم دعا. بیا بالا بیا بالا. بیا نمیتونم واسم و خاموش میکنه. بیا با... بیا بالا دیگه بابا. من تو شرط سخت نمیتونی ها. مال ساساتش فکر کنم. چی شدی؟ یا آخری شدی یا؟ نه بله. آه. اون دستت بعدش این دستیارم بذار بالا. آقا آرش، من رو تو بیمارستان اون همه میشناسم. هیچ دلم نمیخواد کسی ازم پر باشه. میزم تو دادگاه رفتم رضایت بدم امضا کنم شر رو بکنم. خوبم نظر؟ آره دیگه، من که اونو میشناسم. همه این داستان ها زیر سر خودشه. خب پسر خوب ببین چه کار کردی این پدر قد از دل خوره دیگه. نگاه کن یه حالی بده سر رایج پیادت میکنم. یه دونه از این کپسول دستی ها رو بده یه بند خدا ثواب داره. اصلا بعدش هم دیگه لازم نیست که امضا میکنم که امروز اینجا بود. حله تمومه؟ قربونت رضا جمون درم ببن. قربونت سلام بشین بریم. خسته نباشی. خدا حافظ. برای شما خودش نتونست بیاره. شرط می‌بندم نهار نخوری. نخورده بودی؟ قربان خدا برم یه همه نعمت پروردگار داده هوا. چقدر پول میگیرن که مقدار چی بزن توی کپسول بدن به ما؟ ببینم تو رفیق غلام یا همکارش؟ من موقت همکارش. ضربم مورد داره. تو بلدی درست کنی؟ آه چی شده؟ فکر کنم شکسته. باید ببینی گش بگیر. چرا شدنی نیست؟ غلام گفتش که بهتون بگم واسه تولد نمیرسه بیاد کمک. دو سه روز یه تولد یه بچه هست. هفته آذره. من دستنها چی بکنه؟ گفت سر شلوغه ولی مثل هر سال خودش مهمونا رو میاره. خیلی کاره. ببینم خودت نمیتونی بیای؟ من بیام؟ آره بابا چند روز دیگه تولد پسرم. دستنا که نمیشه. بیا کمک کن حقوقش هم بگی. چقدر میدید؟ رازید میکنم. رازید میکنم. کی بیام؟ صبح زود. من تا پنج بیمارستانم. خب بعدش بیا. باش.
میتونی ببینه ببری بیمارستان دوباره یکی بگردن، فقط هم میتونه نفهمه ها. جواب بده مگه لالی، میتونی؟ حالا دقیقا چی میگی؟ طرف داشته رضایت میداده واسه چی نذاشتی؟ گفتم آدم بشی. آها آه، یعنی الان هرچی شما بگی من بگم چشم بگم باشه من آدم میشم؟ آرش مامان این چه مدل حرف زدنه؟ من هر جوری دلم بخواد حرف میزنم، هر کاری هم دوست داشته باشم میکنم. اصلا من خر، شماها آدم خوبه؟ یه روز رفتی چهار تا کار انجام دادی، اینقدر بهت فشار اومد؟ من اگه لازم باشه حمالی هم میکنم، ترسی ندارم که. حمالی بلدی تو؟ شما بلدی؟ تو انقدر مف کردی ورم کردی، چقدر را بیفتم گنده تو جمع کنم؟ از سگ کمترم اگه یه بار دیگه پامو توی خونه بذارم. آدم شدی برگه آرش، ماما صبر کن بلا دیگه زنگ در این خونه رو نزن. با تو هم مگه من نگفتم دیگه پامو توی خونه نمیذارم؟ رفتی به سلامتی؟ اومدی اضافه کاری؟ نه. آه پس چه؟ اتفاقی افتاده؟ خبریه؟ بابا چه خبری؟ آخ 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 نصف شبی و هوای بارونی و سرد و حالا باز خوبه بیمارستان تا صبح بازه نه؟ خوابم نمیبرد، گفتم بیام بیرون دیگه. میگم آدم وقتی بیخوابی میزنه به سرش میفته به شبگردی و بعد دوباره بیمارستانی که بازه و اینا. بیا ببین خودتو لوس نکن، سواش کارت دارم. زودم قهر میکنی ها. خب پس بابات انداختتت بیرون. آره دیگه بابا تابلو انداختتت بیرون. خودم زنم بیرون. بیرونو که نمیزنن گلم، میرن. حالا کجا میخواستی بری؟ هیچ چی دارم، اونم یه جا کار دارم، جایی که رفقا اومدم شب شیفت، ولی تو رو میرسونم یه جا تا صبح تخت بگی بخواه. نه نه نمیخواد. نمیخواد چیه؟ باشه بابا باشه. شام هم خوردی؟ نه چیزی نه. باها پس شما هر وقت آماده بودین ما دم در منتظریم، بگیم بیاین تو. باشه باشه. ببخشید آرام زن. با رمزون صحبت کردم جمع جور کنن شب بریم اونجا. بزشت اذیت میشن. حله میگم دیگه. پسرشم خونه هست؟
حالا امشبه که میگذره هجوری است، ولی به نظر من برو آشتی کن برگرد خونه. بیرون هوا سرد ها. هزار سال نگاه کن، ننه بابا بعدش هم خوبه، همین که هستن خوبه. تو نداری؟ پیادشو بیا، یلا. سلام، مزاحم شدیم ها، ببخشید. غلام گفت بابا از خونه انداختتت بیرون. باباشه، هم خونشه. حالا یه شب چش بیرون کرد، چه اشکال داره؟ گناه داره باباش، کارگر جماعت خسته میاد خونه، نه قوه داره نه اعصاب. بابای من کارگر نیست. مگه تو دوست غلام نیستی؟ پس بابات کارگره. جان یه چایی بخور، شامم بخور، لباساتم با تو خوش میکنم. عزیز که خوابید میریم خونتون، با باباتم آشتی کن. اگه مزاحم من برم من. چی میگی؟ من کی گفتم مزاحمی؟ هیچی خانم، میگم بریم با باباش آشتی کنه دیگه. بشین پسرم، بشین عزیزم، چای آوردم بخور، گلوت نرم بشه برات غذا. خانم من و تو قند داریم، ایشون باید کف دستشو لیس بزنه چای بخوره. اینو ولش کن، تو شب بمان، فردا صبح با هم بریم بیمارستان، من دنبال کسی هم. باشه؟ بچه که از خونه چه قهر کنن، چه بیرونش میکنن، همون شب باید برگرده خونه، همون شب. اگه برگشت رو راش ندادن چی؟ باید راش بدن، بچه هست، عقلش خمیره، نمیفهمه که. بیا برو تو اتاق بخواه، این بچه هم روش بشه پاشو دراز کنه، بریم. فردا بری بری میگه شب خیلی. Thank you.
سلام. سلام مامان. از چی اومدی اینجا؟ بیا مامان. لازم ندارم. مگه میشه لازم ندارم؟ میگم لازم ندارم دیگه. بذار تو کیفت. خونه چرا نمیای؟ من که بهت گفتم دیگه پامو تو خونه نمیذارم. اینجوری که نمیشه مامان. سلام. سلام. سلام خانم. سلام. فرمایش. اومدم اینجا ببینم کارتو درست انجام میدی یا نه. خانم شما چرا فکر میکنی من خرم؟ آره شما. نمایه دقیقه وایسا. یعنی چی؟ یعنی الان میخوای بگی بابای من به شما نگفته که من شب نرفتم خونه دیگه. من که میدونم اومد اینجا آمار منو بگیری. تو چرا فکر میکنی هر که هر کاری میکنه از بابای تو دستور گرفته؟ من وظیفه‌مه بیام اینجا سر بزنم. آفرین. چه یهویی همه وظیفه شناس شدن و مادر وظیفه شناس، مددکار وظیفه شناس. یه دو دقیقه دیگه پدر وظیفه شناس نیاد صلوات. بکنم آرش مامان صاحب کن کارو. یه لحظه بیم. شما برای چی اومدید اینجا؟ خونه نمیاد براش پول آوردم لازمش بشه. نکنید این کار خانم. اون اومده اینجا یه چیزی یاد بگیره. این نگرانیتون اصلا به دردش نمیخوره. آخه اینجوری که نمیشه. من میشه عزیزم. شما هر دوتون نمیتونید اینجا بمونید. یا شما باید برید یا من کاری میکنم که بفرستنش زندان. زندان؟ بله. بفرمایید. خجالت نمیکشی رفتی جلو اون پیر زن پیر مرد منو خراب کردی؟ عوض تشکرته؟ حال میکنی بقیه رو خراب میکنی آره؟ رمزون ازم پرسید این پسر خون زندگی نداره که شب اومده اینجا بخوابه. منم گفتم انداختنش بیرون. چی میگفتم؟ آخ تو رو سننه. ناکن دیشب دلم به حالت سوخت. چی دیگه؟ همین مونده تو یکی دلت به حال ما بسوزه. وقت کرده یه سر برو به احسیستی امی. تو همین شهر چقدر آدم هستن که هیچ کیو ندارن؟ نه پدر، نه مادر، نه خواهر برادر، نه عمو، عمه، دایی، نه فک و فامیل. هیچ کیو ندارن. ببین چقدر آدم هستن که چیزایی که تو داری و ندارن. مثل من. منم اگه عزیز و رمزون نبودن معنی پدر مادر رو نمیفهمیدم، معنی فک و فامیل رو نمیفهمیدم. ای فکر همه نعمت که یه آدمی مثل تو داره. پسر امید کجا بردن؟ سلام عزیز. پسر شما مگه بستریه؟ نه خوب شده، اما اتاقی گم کردم. پردا شبم تولد چه؟ میخوام براش تولد بگیرم، جشن بگیرم. هرچی بیرم ازنم میگم اهمیت نمیده. کاشتی شب به من میگفته. خیلی نگه جواب درست حسابی به من نمیده. منم دلم گرفته، ناراحتم. تو رو خدا اگه تو آشنا کسی داری من از دل نگرانی درار. بگرد بین بشه من کجا. به قلام هم هرچی میگه میگه باشه. تمام. چشم. کدوم بخش بستری؟ یه اتاقه بودا اما حالا نیست. عزیز جون. عزیز شما که باز اومدی اینجا مگه نگفتم اینجا نیاخه قربونت برم؟ رضا رو به من بدین تا برم. چشم شما بیا بشین. بی بشین اینجا. من خودم رضا رو برات پیدا میکنم. خوب بشین. رمزون دمه در منتظرته. خوب ببین بر تولد خرید اینا چی داره، برو کمکش. من بهش قول ندادی؟ حوصله ندارم، اذیت نکن دیگه. دیگه خود دانی اگه میخوای امشب اونجا بخوابی و خونه نری تنها راهش همینه. وگرنه دوباره بارون و سرما و باشان و فلانی حرفا. نگاه کن نگه یه وقت این اومده اینجا ناراحت میشه. باش من خودم میارمش شمش. برو.
آقا عمو الو صفا، این چه طرز صحبت کردنه؟ شما یاد بگی صفا رعایت کنی، من برادم خوب حرف بزنم. اینو میشه محترماترم گفتا؟ چی شده؟ صف با نمیسته. چرا عزیزم، تو صف بودم، اینا رو انتخاب کردم، کشیده بود برام، رفتم دوباره یکی دیگه آوردم. فرج جان بی زحمت به این پسرت احترام بزرگ و کوچیکی یاد بده. یه بار تو صف وایسا، یه بار تو صف وایسا. تو نوبت بودم، چی حال شلوغش کردی؟ پسر من غلط کرده که به تو بعد حرف میزنه. بیا. بیا ببینم. بیا ازش معذرت بخوا. بیا سری. عیب نداره. بیا دیگه. ببخشید پسر من با شما بد حرف زد. ببخشید. مهم نیستش. بیا دیگه. بیا معذرت خواهی کن. مگه با تو نیستم؟ باز نگاه میکنه، بیا دیگه. چی شده؟ خیلی وقت بود دلم برای با آوردن تنگ شده بود. ممنون که چیزی نگفت. سلام. علیک سلام. کجا پس پیچیدی باز دو ساعت منتظرتم؟ را بیفت بریم کارت دارم. میگم خوبا، هر روز یه ماشین، آفری. قرضیه، گرفتم بچه رو سوار کنیم بر تولد. آقا غلام، بابت اون روز که سرت داد زدم معذرت میخوام، عصبی بودم میخورد. کدوم روز؟ چیزی آدم نمیاد. باریکالله، حالا شد ماشین. نسبت اون یکی خیلی پول آپشن تره. صفر و بها خلق دارم که داره، کولر داره ولی استارت نداره. صفر لنده. اینو باید بدی دو سرگاز. مرچه، مرچه، بودو بیا ببینم. سلام شغلم. سلام مرچه. نیستی؟ هستیم. بچه رو آماده نیستی پسر؟ بودو بودو جمع جور کن، باید بریم تولد. اگه امرو هفته آزره. چند آزره؟ بله دیگه، بودو فقط دیره. آخ جون، آه نوکرتم. یافر نگه. چرا اموز بهم گفتی به رمزون نگم که عزیز بیمارستان اومده؟ دوست نداره، ناراحت میشه با بنده خدا. این رمزون اینجا نگاه نکنه، یه هم قاضی مملکت بوده، خدا عزیزم هم اینطور معلم بوده، نه آدم حسابی هم. خدافز خوش بگذاره. شاغلم بزن بریم. امیرعلی سلام آقا غلام. سلام، بودو بریم تولد. آقا رضا، آقا رضا اجازه است برم تولد؟ برو به سلامم. سلام سلام، داریم بریم تولد. بودو بشینی راحت، بشینی. شما دوست آقا غلام بودین؟ آره. تا حالا نایده بودم اتون.
ببخشید دیگه. سلام بایی. سلام بچه ها. بیا داریم میریم تولد. نو کردم. سلام بچه ها. سلام. ببخشید. دونه 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 یه ستاره تو واسمونه، یه جوری میزون میکنه که ما رو باز به هم برسونه. دل گرفتاره عاشق یاره، من نبستم و مشیار حال جدیدی بینمونه. یه چیزایی توی چشات که دار شد، یه دل بریت و دیدی یه شب بیفزار شد. تو دل رو مای منی، نفس یه مای منی. تو دست اندازو میرم، مراقب باشید. تولد، تولدت مبارک، 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 تولدت مبارک. بیا شمع رو فوت کن، تو سرسا زنده باشی. بیا شمع رو فوت کن، تو سرسا زنده باشی. تولد، کیکم که آوردیم، تولد رضاست دیگه، بریم صداش کنیم. برو عزیز جان. تولدت مبارک، بیا شمع رو فوت کن، تو سرسا زنده باشی. بیا شمع رو فوت کن، تو سرسا زنده باشی. تولدت مبارک، 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 تولدت مبارک، بیا شمع رو فوت کن. جان خودیه قریبه نی چه سایلت سر درگیره با کی با خودش زشته کاغذی و شناسنامه ای شناسنامه ای آره قیافت معلومه اینجا چیکار میکنه مهمونمونه بچه سوسول خواهر بردارم داری؟ آره یه دونه خواهر دار اتاق جدا هم داری؟ دارم ایوه یعنی اینا که میره خونه نلد میگه برو گم شد تو اتاقه؟
عاشقه مودم. یه روز که هر کسی بره خونه ننم گوشم رو ببیچیمه بگه برو گم شد تو همون. ببین منو فاس فقط این بابا داشته باشی باش بری هموم کیسه رو برداره بکشه پشتت چرکات فتیله بشه بیاد پایین بعد یکی بزنه تو سرت بگه خاک تو سرت که اینقدر کثیفی. من اگه پدر مادر داشتم هیچ وقت دیکتمو تک نمی‌شدم. چه ربطی به حرف من داشت؟ ربط داره. دیکته منو یه عزیز باید تحصیل کنه که چشم نداره یا این مورچه باید تحصیل کنه که کلن تعطیله. خودت تعطیلی. خیلی داغونی مورچه. مامانت خوشگله. آره خوشگل. کتکیت میزنه؟ بوست هم بکنه؟ آره. چجوری؟ خوش با حالت. بچه کیکش خوشمزه بود نه؟ بله. دوست داشتی؟ بله. چون نمیشنوم پس آره یا نه؟ بله. بله. سوارش کارت دارم بیا گفتم بیا خونتونه؟ بیا پایین رو دیگه پیاده شد بیا بالا بیا دیگه برو خونه تو هم واسه خاطر خودت واسه خاطر پدر مادرت اگه درم رو باز نکردن انقدر پشت در بمون تا باز کنن برو تو منو نگاه کن منو ببین بچه من 16 سالش بود از خونه انداختمش بیرون شب اومد پشت در خونه نذاشتم عزیز در باز کنه گفتم بذار شب بیرون بمونه بلکه آدم بشه عزیز تا صبح پشت در بود شب تو خیابون ماشین بچه‌مو زد تو همون بیمارستانی که تو کار میکنی بچه‌م مرد الان 40 سال عزیز هر شب میره بیمارستان عقب بچهش میگرده 40 سال هر شب در خونه رو باز میذاره تا بچهش بیاد خونه من فقط میخوام یه چیزی بهت بگم
نذار پدر مادرت بشن کسایی مثل رمزون عزیز. اینا همه هست و نیستشون و دار و ندارشون عمرشون رو گذاشتن پای بچه هایی مثل اونا که دیدی. فکر نکنی فقط برشون تولد میگیرن و همه کاراشون رو کنن. میدونی چرا؟ فقط برای اینکه یه ذره این دلشون سبک شه. همین. من پدر و مادرتو نمیشناسم ولی به خاطر اونا برو خونه. برو پسرم. برو. چه مدت لازم بوده؟ تا کلمه عفو بر زبان جاری شد، تا حرکتی اعتمادانگیز انجام گیرد. بیا تا جبران محبت های ناکرده کنیم. بیا آغاز کنیم. فرصتی گران را به دشمن خویی اسکف داده ایم و کسی نمی داند چقدر فرصت باقی است. تا جبران گذشته کنیم. دستم را بگیر.